سلام دوستان عزیز و خوش آمدید در برنامه خاص امشب ما. امشب ما با خود یک هنرمند فوق‌العاده با استعداد، خوش آواز و با احساس مهمان برنامه خود داریم. این هنرمند محبوب از راه دور به شهر زیبای لس آنجلس تشریف آوردند. تشکر سونیک جان، جای افتخار است برای خودم که همراه خودت هستم امشب و دوست عزیزم راسخ جان در استودیوی پیام. بله. تشکری از شما میکنم از اینکه تشریف آوردین، همی که خواستین با هم این مصاحبه را داشته باشیم. برای خودم شخصا جای افتخار است. بله، من واقعا وقتی که می آمدم طرف تلویزیون واقعا خوشحال بودم از قلبم که شما را بار اول است که رشاد جان می بینم. واقعا افتخار میکنم برای کارهای هنریتان. بازم خوش آمدن. سوال اول از شما است که از قرای دور شما چطور به شهر زیبای لس آنجلس تشریف آوردن؟ من سونیک جان در شهر زیبای لس آنجلس شما 1.5 سال میشه که زندگی میکنم. همراه فامیلم. خوش آمدن. تشکر. ما تقریبا 1.5 سال میشه که از اینجا از ورجینیا کوچ کردیم، لس آنجلس آمدیم و فکر میکنم یک تصمیم خوب گرفتیم. شما خودتان بهتر میفهمید که نه تنها از طریق هوای اینجا بسیار خوب است در پولیش، برای ما موزیشنا و خواننده بهترین جای دیگه لس آنجلس، همین هالیوود که میگن دیگه به جای نیست که آدم های مشهور. و راستیم طور که میبینم موزیشن های بیعت با استعداد اینجا داریم. بله. دمی چند وقت کمه که اینجا زندگی کردیم، خوشبختانه همراه موزیشن های تاپ کشور ما که در اینجا هستن همراهشان در تماس شدیم. از موزیشن های کلاسیک ما گرفته تا موزیشن های پاپ با استعداد ما. بله. برای خودم جای افتخار است. پروژه ها زیاد شده کم یک خلاف یک پروژه دیگه باست باید فکر کنی و با گفته امریکا you have something to look forward to. Absolutely. از اون نگاه فکر میکنم یک تصمیم خوب بود دیگه، از رای دور نامدیم فقط یک پانزر که جای بود. نه واقعا بسیار تصمیم خوب گرفتم چون گفته شما بر علاوه که آب هوای خوب است کل تلویزیون ها میجاست، نفوس کالیفرنیا زیاد است. بسیار خوش آمدن، انشالله در کارتان موفق باشن. اما اینجا هستن فکر میکنم یک دلیل دیگه هم است که ما و شما امروز صحبت داریم. یک برنامه خاص است که برای افغانهای عزیزمون درست کردن. اگر دوباره از او برای ما یک چند لحظه ببین سونیک جان، ما دوست عزیزم راسخ جان یک کنسرت جالب را تهیه کردیم بر افغانه عزیز ما در شهر لس آنجلس که در اورنج کاونتی می باشه. چی از یوست؟ شما گفتین یوست؟ یوست یوست تیتر است. یوست تیتر، بله. دیگه امیدوار استم که همارتنای عزیز ما اگر بتانن در موشو کار نداشته باشن و خواسته باشن در کنسرت ما بین بیاد، خوش میشم که از نزدیک ببینم اتانا. آهنگای شاد و مست تهیه کردیم ما و موزیشنهای ما، موزیشنهای بسیار خوبه وطن ما. دیگه امیدوار استم که بین وقتتان واده میکنم که با خوشی مگذره. اما آهنگای پدرم بله. که ما شما امرایش اما آهنگا کلان هم شدیم. بله. اما آهنگارم کوشش مؤخرین خودم میکنم تا جایی که توان دارم که خوب بخونم برای مردم خود لذت ببرن. مخاطره قدیم قسم که شما یاد کردین که گفتین از اون کنسرت هایی که یاد کردین، برای خودم چقدر جالب بود. واقعا مست خاطر کی کنسرت هایشان بله، رفتیم. بله. و این هم تو برای خودم هم خاطره مانده است از برای کلان سنای ما خوب زیادتر هم سنای خود پدرم شان. بله. دیگه امیدوار استم که هموطنهای عزیز ما بین در محفل ما. سونیک جان یک چیز دیگه که اوش خودم شده در کنسرت هایی که در گذشته داشتیم. بله. در مملکت های مختلف خوشبختانه از ما که هستم این فن بیسم از این خانم های کلانسن، مردای کلانسن گرفته تا جوانا تا سنای هم سنای پدرم شان بیبی بومرز جنریشن. بله بله. و جنریشن ما جوانا خب و همسنای تا پسرم بله. با خدا از طریق
فیسبوک و دوستام که میگنم این تکتاره که کسایی که میگیرن باور کنین بسیاریشون هم سنای پسرم 16 ساله 18 ساله این سن هستن بله نگمی بیعت مرا خوش میسازه و دلیلش بله. میفهمم که پدرم است و برای خودم جای افتخار است که برشون پرفورم کنم بله جای افتخار برام است و همچنان شما موزیکتان واقعا موزیک خوب از پر احساس میخوانن اما احساستان مردم احساس میکنن که میخوانن بسیار موزیک های مقبول درست کردن و من مطمئن هستم که نزدیک سال نو است یک روز پیش از سال نو است کلگی ما دوست داریم بریم همدیگر رو ببینیم بله. برنامه بسیار مقبول درست کردن و خودم بسیار خوشحال هستم که در برنامه تان میباشم و یک تالار بسیار هیستوریکال قدیمی است که اونجا من دو بار رفتم امروز دوستم رازق جان که از نزدیک خودم هم ببینم بله. میخوایم که یک فضای بسیار خوب باشه برای افغانای ما بله. چون قسم بیشتر یاد کردم سنای مختلف می باشن یا اشتراک میکنن در این محفل همه ایشان میخوایم آرام باشن از نگاه سکیوریتی هم خاطرتان بالکل جمع باشه بله. جای بهت زیباز دو منزل است بازم جای وی آی پی هم هست کسایی که بخواین جوان ها دیدین گفته امریکای رسلس می باشن خوش ندارم بیشنن بله. یعنی فضای بسیار زیباز دنس فلور هم هست جای رقص هست بله. بله. اما اگه من دوست دارن که بیان یک سال نو 2015 را امروی شما امروی موزیکای نو بله. 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 انشالله برای کلگی ما سال خوب و خوش می باشه بله. و واقعا انشالله همه گی کسایی که ما گفت زدیم در کنسرت شما میاییم خواهر بله انشالله میخواستم از شما یک سوال کنم که شما وقتی که از چی موقع شما شروع کردن برای موسیقی قدم ماندن و شروع به کار کردن و عشق علاقه پیدا کردن که برای مردم افغانستان میفهم که شما در اینجا تولد شدن در واشنگتن سیارو بله بله. باز افغانستان رفتن باز پس آمدن بله بله. واقعا افتخار میکنم که موسیقی افغانی بله بله. در پیش گرفتن من با شما افتخار میکنم شما هم یاله نشتایتان پیشتر صحبت کردیم هم به زبان دری هم به زبان انگلیسی از ما شما باید امیر رقم باشه افغانایی که در غرب زندگی میکنن بله. یکی زبان بین المللی است که انگلیسی است افغانای ما که در اروپا هم هستن با این زبان بلد هستن بله. در شرق هم خوشبختانه یک تعدادشان اما زبان اصلی مادری ما شما دری است نه بله. یا پشتوز بله. دیگه باید تا جایی که بتونیم به زبان خود بتونیم با آسانی صحبت کنیم با خوشبختانه امیر میتونم این کلام گپ بزنم درست خدای خدا شکر میکنم بازم تشکر لطف کردن شما از چی وقت به راه موسیقی قدم ماندن خود بودن بله؟ از سن بسیار کم بله از سن بسیار کم جوابش نمیم که بخیرم یک سوال هم دارین که خوب شما نگوی نه سن نمیگم از سن کم بله اما شوق همیش بوده و خوشبختانه فامیل هم کمانسنای فامیل همیش کمک کردن تشویق کردن کمک کردن دیسه ادبیات یه چیزا موسیقی هم و خوشبختانه همی کانونسنای فامیل بهت مهم است که ذوق از با چی است چون خودت خرد هستی نه بله بله من هر چیز کارم از خردی میشنو و با گفته امریکا برین واش میشی همراهش نه بله خوب بله یا بد بله بله مگه خوشبختانه موسیقی گوشای ما زم سن کم سر بود بله. یک تاک خود سر بسازه این بزا وقت گرفت نه گرفت گوشا سر بله. سن کم سر بود بله. از اونا تشکر میکنیم بله. شما را در میرا تشویق کردن که تانستیم از آهنگای شما لذت ببریم همچنان پیش ازی که دیگه سوال های خواه کنیم قسمه که رشاد جان گفت که ما کنسرت در پیش دارن که شب سه شنبه شب 30 دسامبر در تالار یوس من میگم یوز باز یوز من میگم کرشاد میگه ارشاد امشب میخوای سوری جان دیگه خاص میگه رشاد جان پروگرام جالب شد چهار قطعه تکت برای بینندگای خوششانس ما اگه میخواین امشب زنگ بزنن یک صحبت داشته باشن با ما چهار قطعه تکت برای شما تهیه کردیم که شما زنگ بزنن از شما یک سوال ساده میکنیم و شما اولین نفر که جواب از او سوال داد برشان تکتا میتیم که بیاین امروی ما شب خوب بگذرانن نمره تلفن در پرده تلویزیون است تلویزیون پیام افغان بفرمایین بله سلام علیکم سلام خوب هستین؟ خوب هستین
سلام برای شما و برای مهمان عزیزتان. تشکر، خوش آمدین در برنامه. سلام به شما هم میرسونم. میخواستم راجع به رشاد جان بگم، نه تنها که خواننده بسیار موفق است، بسیار خوب است، یک انسان بسیار شریف است. واقعا معلومه شما دفعه اول از کاشتان شدیم در میچن چند دقیقه آخر احساس آرامش با هم میکنیم، احساس آرامش یک کنکشن باختر روحشان آرام است. لطف شما است. خوب است در خالی راسخ شان شان یک بار دیدیم، بسیار یک انسان شریف، بسیار یک استعداد خوب دارم. واقعا اسم شما از کجا زنگ میزنن؟ ما از بوتلند هیلز گپ میزنم، نام محمد است. حامد جان تشکر که حامد جان خان بسیار تشکر از تلفنتان، امی که خواستین زنگ بزنین، یک جهان تشکر. بخیر بخیر، تشکر با همه فامیل. شب خوب، سال نو خوب برتان میخوایم. سال نو شما مبارک. تشکر حامد جان، با امان خدا. چقدر محبت است، چقدر دوستی است. پیش از سال نو یا پیش از یک شب کنسرت یا پروگرام چیزه و نه تنها خاندان، همه ما یک احساساتی می باشیم، تو احساس مثبت می باشه. وقتاً هم اترست. ما یادم رفت از آمد جان یک سوال کنم که برنده تیکت ما شان. خیر از خیر از بس پس حتما زنگ میزنم. آمد جان ببخشن دیگه. یک لین دیگر رو بگیریم. تلویزیون پیام افغان بفرمایین. بله سلام علیکم، میخواستم امروز رشاد جان بفرمایید. بفرمایید رشاد جان. سلام، نام سعید است، من سکرمند تو بایتان تلفن کردیم. سلام سعید جان، امید که خوب باشین. خوب استید، من علاقه من بسیار آواز مقبول تان استم. تشکر تشکر. بعد از ظرف تقریبا 20 سال همیشه با آوازه شما بسیار زیاد مگوش دادیم و متاسفانه که ما در نوردن کالیفرنیا هستیم. خدا کنه که یک کنسرت طرف نوردن کالیفرنیا بکنین که در این طرف ما بخیر بخیر است که بخیر ما در کنسرت هم بیم. بله بله، تشکر از این که تلفن کردین، از لطف و مهربانیتان جهان سپاس. ما در نظر داریم بخیر برای سال 2015، ما و دوستایم که یک تور بسیار کلان و جالب بگیریم و حتما شهر شما در نظر گرفته میشه. انشاءالله بخیر، با امید و بازه پدر شما. خب بستیلا خواننده یا هنرمند است که من هر شبی که خواب میکنم یا استراحت میکنم در ظرف 35 سال هر شب بدون خواندن و خواب نمیکنم، یعنی به این اندازه که هرگز خواندن و ما همچنان مثل شما هستم. ما شما اردیم و ما شما بیادر جان اردیم آدمی اروپا امریکا سی که ایگر بله بله. کلگی به سلامه ایفا من. بله. و من یک سوال از شما داشتم که آیا پسر شما آواز میخوانه یا نمیخوانه؟ من دیدم یک ویدیوی تون گیتار میزد. بله بله. راجع به او یک کمکی بر ما بود. بله بله. خوش میشم. تشکر از سوالتون. برادرها مثل ما زیادگویی فرگوری نکنه که نتا دیگران هم موقعی برسه. تشکر. تشکر شب شما. تشکر از تلفن شما. تشکر. شبتون بخیر. خداحافظ. سوالشان رو جواب بتم دوباره. بله. از پسرم پرسان کردنه. بله. اسم پسرم یاسین است، میشم در استودیو تشریف داره و همیشه دیگه همراه من است، بادیگارد من شده. انوز چقدر خوبتر برتان انرژی میته. با خدا انرژی میته. بله راست بله. میگین دیگه همراهش بسیار نزدیک استم و فکر میکنم که موسیقی یک بهانه خوب است برای پدر و پسر و بغیر از موسیقی هر هابی دیگه یک شرط باشه که یک بهانه شود برای پدر پسر که با هم نزدیک باشه. نه دیگه از ما این بهانه موسیقی است و بیاد شوق زیاد داره و خصوص به مکتب استایل موسیقی پدر کامل خواهد. ما یکی از سوالایم بود که بیننده عزیز از شما پرسان کرد که شما اگر درای موسیقی نمی رفت، شما برای اسمشان گفتن یاسین جان، یعنی رکمند میکنن کمی امیرایی که شما رفتن برشان توصیه میکنن که دمیرا حرکت کنن و کریر بسازن. سوال جالب است. من یک موضوع است، یک چیزی که خودم سر زیاد فکر میکنم، هرچی که خودش تصمیم بگیره، من فکر میکنم همی ایژوکیشن از همه چیز که مهمتر است. یعنی بله. شما امروز میفهمیم. بله. فوکس خودم شخصا باعث پدر زیادتر به طرف درسش و چیزایش است، اما موسیقی را من فکر میکنم باعث هابی در پولو باید باشه فعلا و او خوب است برش، چون این ثبوت شده در تاریخ که در مکتب ها که میگن که باید موسیقی هم باشه. موسیقی بسیار مفید است برای مغز اولاد. بله.
انکشاف مغز. بله بله میگن کسایی که در موسیقی استادی میکنن، مطالعه میکنن و میاموزن، مجبور نیستن که بسا با استعداد هم باشن، میاموزن یک انسترومنت در دیگه شقا، مثلا تاریخ باشه یا انگلیسی یا ساینس، در دیگه شقام کمک میشه برشان. واقعا متاسفانه سایکولوژی هم بسیار بله، خوب است. بله دیگه از اونگاه من طرفدار هستم، باز اگه بخواه که راستی پروفشنال هم پیش بره، تصمیم خودش می باشه، هر تصمیمی که بگیره، هر شقی را که پسرم خوش کرده مده پشت هستم. بله اول خودش چی می خواه؟ بله دوم از اینکه همیشه تعلیم و تحصیل خود بگیرن. بله اگه خواستن در او رشته بگیرن چرا نه؟ بله؟ بله خب بینندگان عزیز بازم خوش آمدیم. لاینای تلفن ما کلش پر است. یک دو تا تلفن میگیریم که شما زیاد منتظر نمانین. باز دوباره از رشاد جان سوال میکنیم. تلویزیون پیام افغان بفرمایین. بله سلام علیکم. سلام خوش آمدین در برنامه. چطور هستین؟ تشکر. اسم شما از کجا زنگ میزنین؟ ما بسم الله جان هستم از سنت لوئیس ایالت آمریکا صحبت میکنم. خوش آمدین بسم الله جان به برنامه ما. شما خوب هست؟ تشکر زنده باشین. احترامات مرا به حضور رشاد صاحب تقدیم میکنم و میخواستم که همراهشان صحبت بکنم. بفرمایین نردیم. سوالی هم در زمینه داشتم که باید اگر لطف بکنن جواب بدن. بفرمایین صدایتون میشنوم. ما فقط به این فامیل به این خانواده بسیار احترام میکنم، از پدر کلالایشان، از پدر مرحومشان، از کاکای مرحومشان که به اصطلاح آصفی از دوستای بسیار نزدیک ما بودن و ما برای از اونا همه حرمت دارم. خداوند اونا را ببخشه، برای رحمت بکنه. و ما از رشاد جان میخواهیم که چرا امی خواندنای پدر خود چرا نمیکنه؟ و نفر اولی که به اصطلاح با هنر در دنیا اول است، هیچ وقت جایی او را هیچ کس پر کرده نمیتونه و تمام مردم افغانستان به وجودی از او افتخار میکنه، خصوصا چی جوان است چی پیر است، هر کسی که هست بسیار حرمت داره برشان. و من به میطلبم از اینا پرسان میکنم که چرا همی پاپی های پدر خود نمیخوانه، چرا سبک پدر خود پیش نمیبره، که اگرچه او همه وقت جاویدان است هیچ وقت هیچ کس او را فراموش نمیکنه. بنابراین من برای مردم خود میخوان، برای ملت خود میخوان، برای وطن خود میخوان، اینا همه برای مردم خود میخوانند. فقط آرزوی من همیست که همه جواب در چرا سبک پدر خود نمیخوانند، چرا کمپوز از پدر خود نمیخوانند نمیخوانند و اینا میره برای من لطفا جواب بده. روی اینا را میبوسم. خداوند به افتخار تشکر از سوالتون. تشکر زنده باشین. خداحافظ. دوست عزیز ما اصل مکتب ما است، مکتب پدر ما است. هر کسی که کارهای مرا تعقیب کرده باشه از جوانی، من یک آدم از اون کارهای جوانی مرا که شما بشنوین، اولین آلبوم من اگرچه فقط 17 ساله بودم، من خودم در جوانی خواستم که تعقیب نکنم فقط یک استایل، اما از سن بسیار پیش از اینکه من اولین آلبوم خود بکشم برای پابلک، بله، زیر تاثیر مکتب پدرم بودیم. بله و این رمی شما میبینین در آهنگای من میشنوین و احساسش هست. طرفدار از این هستم که نواری باشه، هر کس آزاد است، هر خانده آزاد است، دلش که میار کپی میخواست از شروع کریر خود تا آخر عمر خود کپی بخواند، کپی بخونه. یک انسان است که میگه نه، من خودم هم ایده دارم، تا وقتی که زنده هستم ما هم ایده دارم. اینطور است که بسیاری افغانه ما میگن هیچ کس جای آمد زایر نمیگیره، معلوم داره هیچ کس نمیگیره. نه بجز شما هیچ کس جای بله شما جزا بتون این بار همی افغانه ما در فیسبوک هم نشته میکنن هیچ انسان جای انسان گرفته نمیتونه. یک دو برادر دوگانه ای با هم بالکل 100% یک رقم نیستن. اینی رو میبینین ایندکس فنگر این مور که میکنن بله، کسایی بله. که امضا کرده نمیتونن نه بله. اینی مور هر انسان فرق داره. انسان بله. فهمیدین چی گفتم؟ بله. دیگه معلوم دار که جای پدر هیچ انسان گرفته نمیتونه و خصوصا باز در موسیقی. و این رو از سن بسیار جوانی میفهمیدم. پدرم یک آوازش بسیار مقبول زیباست رسا بله. ما اما ایران برای شما میگم در من نمیفهم که میاهنگ پیشر بیایید که گلزار دمیده را شما شنیدین یا نه؟ از پدرم بود. بله، شعرش حضرت مولانا 80% آهنگای ما در کانسرت هایم از پدرم است، 20%ش از خودم است. چون این نیست که بقیه اولی که خودم هم دلم میخواه، چون زیادتر آهنگاش گیرا و زیبا و جذاب است که آرام خود آدم نمیگیره. امرایش کلان شده ایم نه؟ از کمپوزای خودم که سرچند زیباست راست بگیره. اما در پولیش
آهنگای شادش یک خاطره بسیار خوب را زنده میکنه برای ما افغانا اما کسایی که یک خاطره خوب از افغانستان دارن از دوران 70s دهه 1970 نه دیگه هدف ما مینمیز کنم خاطره قدیم پس زنده بسازیم با موسیقی نو و پولیش یگان آهنگای خودمان باشه فکر میکنم یک بلنس بسیار معقول است از مکتب پدرم پیروی میکنم و آهنگایشون همیش میخونم باور کنین وقتی ما در خانه هستیم ما و پسرم با هم ساز میکنیم 90% آهنگای پدرم است چون آهنگا رو از یاد داریم نه اما میفهم باید آهنگ شما هم باشه به نظر باید اگر باید شما رو میخواهیم مشکل بله به نظر شما هر انسان از خود تاریخ داره استایل داره انشالله اما خمی خواست حتما موزیک کب شنو فرمیدم مقبولان بود امید که جوابتان براتان داده باشم و اجازه شما امید که در کنسرت ما بیان آهنگای پدر من لذت ببرن راست نگین چیز در زندگیم یاد گرفتیم امروز فهمیدیم کسان زیاد که شده میره انسان یک ذره وایز میشه گفته بله بله زیاد در جوانی که بود بسا سرمی نام و نشان فکر میکردم لجند فیم راست حالا براتان بگم لغت های در مغزم نمیدراید فقط میفهمین چی هست؟ لذت ببر از ساز تو نمو لحظه که ساز میکنی و اگر ما 5 نفر تو را میشنوه یا 5000 نفر پیش رویت هست وام لذت ببرن نقطه بله. نقطه اگر ما شما بسیار پیچیده بسازیم ما افغان ها احساساتی مردم هم هستیم اول پیچیده میشه موسیقی که زیبا چیز هست من فقط میخوایم که ازش لذت ببرم از حال تا باقی مانده عمرم بله. و اگر خوشبخت بودم خوش شانس بودم یک چند افغان خودم هم وطن خودم میتونم که چی میگن خوش بسازم در این سفر که من دارم در راه موسیقی بله. آرزوی ما ایست دیگه زیاد در تلاش نشان نام و این گپا او را ما شما میمانیم وقتی که انسان همی کارش ختم میشه آخرین نفس خود میکشه او وقت خود مردم تصمیم میگیرن بله. که کی جاودان است کی عادی است انسانایی که در وقت زنده هستن خود در این حرفا خسته میسازن عیف که خود خسته میسازن چون اوی تصمیم مردمت میگیره برد این تعلق به امو گفته امریکایی your body of work بله. خودت چقدر زحمت کشیدی پیسی که آخرین نفست میکشی تو به جهان چی میگذاری بله. در بله. شق در کارت نه بله. دیگه اونو باز مردم تصمیم خود میگیرن ما باشیم نباشیم حالا در وقتی که زنده هستیم میخواییم لذت ببریم مثلا حالا که این کنسرت هاست بخواییم نه درست است رشاد جان نموش قلقی که دارم میگه مثل که آدم آواز میخونه برای بزنس نباشه برای یک شو نباشه برای شهرت نباشه از عشق و از دل و از قلب ما که شما را برنامه شروع کردم با احساس منظور از امو بود که شما احساس دارن که از که احساس داشت نزدیک به خداوند پاک است خود لینای تلفون بگیریم بله گلیزین پیام افغان بفرمایید در برنامه ما بله سلام خوش آمدین چطور هستین؟ تشکر سرتان خوب؟ شما خوب هستین؟ زنده باشین مقربان سرتان سلام ها بر همگی تقدیم میکنم مخصوصا بر از این شاهزاده ما مقربان سرت میشم رشاد جان بلایت هم میگیرم ما صدقه شما میشم تشکر دل از سو کی؟ چقدر مقبول امام وجودم میلرده بعد از چقدر سالها میبینم از بسیار خرد بودی به کودکستان بله. ما یگانه دختر ولی اولیا بابا جانت که اگر ولی اولیا میگم باید تمام دنیا بشنه با یک شخصیت بسیار عالی داغوش و نموت یک شخصیت ما بزرگ شدیم و امیدوار هستم که نمره تلفن تا بگیرم جان ما چرا نیم؟ بلایت هم میگیرم من قربان سرت میشم تشکر یک جان از تلفنتان که یک دقیق از نزدیک بیایم اما حس کنم امو گرمی آغوشه او پدر بزرگوار عزیز من آرزوی ما مینمی است آرزوی خود مینمی است که بخیر شما را از نزدیک بینم شما بین که من شما را در آغوش خود بگیرم مادرم پولیم شیسته مادرم بعد از سالها بچه خدا مزدش داد یک سال میشه که خدا ببخشیشن خدا بیاموزشن بچه سرطان شد و او بچه شازاده شیزای جان بود خدا ببخشه خدا همیش همیش به نماز وقت نا وقت به یاد و ولی اولیا عشق میرزارم انشاءالله نمره تلفونت برام یاد تر نشد بسیار کوشش کنم مصد فیصد دوستان میگم کمرایتان در تماس شون و نمبر تلفون خدا برای شما میتونم اگه شما یک لحظه باشین من نمره تلفن بچشم
از دارد شماره امروز شما را تماس میشم. تشکر. یک دقیقه باشین. نه خیره. خداوند مغفرت شان کنه بر شما صبر جمیل میخوایم. من شما را در هولد میمانم. راسخ جان نمره تا نمیگیره. امروز رشاد جان بعدن به تماس شوین. تشکر. تشکر زنگ زن. با من خدا. با من. من اول میخوایم از زی خانم مهربان و با احساس تشکری کنم از اینکه تلفن برام کردن و باز قسمی که طور که شما میشنیدین آوازشان هم به رقم صحبت کردن احساسشان اصل بود. رشاد جان من یک چیز برتون بگم. شما وجودتان به مردم افغانستان یعنی بسیار ارزش داره، چون از نه تنها پدرتان امزار جان بودن، اما شما را کلگیری که میبینه اما دوباره خاطره زنده میشه و با استعداد آمستن و میرایی که سفر میکنن موفق باشن. تشکر سونیک جان. واقعا ببینین که چقدر تلفون هست. یک چیز جالب که شو خودم شده ایست که ما و پسرم دوبارهش باز وقت صحبت میکنیم، این رابطه که پدرم امرای مردم افغان خود داشت بسیار یک رابطه جالب بود، بسیار خصوصی بود. من فکر نکنم که کم نفر کم خواننده باشه که به این اندازه مردم خود دوست داشته و وقت یا تا امروز پس میبینن که یک پس چه رقم خودش دوست دارن. اما قصه که خودتان کردین پیش زی که مصاحبه شروع شد 10 سالگی خاطره بله ما این رقم قصه از زیاد شنیدیم و بغیر از موسیقیش فکر میکنم شخصیتشان این محبت که با مردم خود داشت به مغرب خود در زیاد پدرم با وجود که مشهور بودن اما زیاد از پدرم مشهور بود، یعنی خود پدرم وقتی که به دنیا آمد پدر خودش مشهور بود. این رقم شما میفهمین پدر کلانم دکتر زاهر خدمت زیاد به وطن ما کردن. اما پدرم پادشاه دنیای خود بود، پادشاه دنیای خود و هر ظاهر ظاهر اینه پسر ما همیش میگم هر ظاهر پادشاه دنیای خود است. واقعا اما همه ما میباشیم گفتون رو گرفتیم. یک چیز که باز ما داریم تنامانه ما که میبینیم زیادتر خانده ما افغانا یک عشق خاص به مردم خود داریم. سیکر این سونیک جان به مقایسه حالا در افغانستان ما شما میفهمیم که چی حال است، چقدر جگرخون میشیم. بله من نو آمدم از افغانستان. بله, بله. خب اونو شما بهتر معلومات داریم از ما کده. اما سعی کنین که از سیاست مدارهای ما کده خواننده ما چقدر خدمت میکنن به خدا برمی که یک جای شوین. حالا شما چند آهنگ شنیدین که می هموطنهای ما رو میگن که او مردم یک جای شوین. واقعا. و زیادترش خواننده هست که می کار میکنن. کلانترین خدمت شما خواننده افغانهای ما میکنن که می کارا رو که در چند سال آخر کردین، ویدیوهای مقبول که می سازین برای خانمای افغان که می خوانن. بله. برای خواننده که می باشن موسیقی که تنظیم میکنن، جور میکنن، شعرهای مقبول، کمپوزای جالب برای وطن بسیار مثبت است. یک خدمت است، راستی یک مسیج خوب است، راست میگه. این رول تمام ما خوانده نمیست که مردم خود خوش نگاه کنیم. تشکر. یک لین دیگر رو بگیریم. تلویزیون پیام افغان بفرمایید. سونیک جان سلام هستید برای خودت و همچنان رشاد جان زایر. سلام من بر شما برسه. من مسیح صفا هستم، خواستم که تشکری کنم. مسیح جان سلام، خوش آمدین در برنامه. تشکر مسیح جان. من امرای راسم جان امروز یک پانزر قدر باره مسیح جان صحبت میکردیم. خدا و خدا و بسیار افتخار همکاری که واجید تیدیو که این کنسرت هست قسم قرار است انشالله که چون یک کنسرت بسیار خوب می باشد. بله. خودت هستی، خودت که نباشی، خودت که باشی دیگه چطور یک کنسرت وادی می باشد. با خدای قی برادر ما با استعداد است. من امرای راسخ جان صحبت می کردم از طریق تلفن امروز، گفتم راسخ او راسخ، گفتم من یک چند هفته میشه که یگان ویدیوی برادر ما رو مسعود جان در یوتیوب یافتیم. بله. ای بغیر از اینکه استعداد بسیار جالب امکان کردن کار آسان نیست. بله استعداد میخواد. شما طرف خود کنین فکر میکنین که کشور کمار میخوان بشین کن. اینه می خودش یک استعداد است. اما بغیر از همی قلاغایی که میگیره، همی قلاغایی که میگیری از همی یگان استعدادهای ما بسیار جالب است. دیگه من فکر میکنم که مسعود جان هم شب کنسرت
یعنی شنونده ما که بخیر بین اقدر لذت ببرن. رشاد جان یک عزیز جمهور به حساب کانسر به سال کوتاه تلفن زد. بله. و به منظور تلفنی که من زنگ زدم گفتم که کانسر ما هم دارم یک بله. چیز ناچیز افتخارم است که در مجلس یا کانسر ما هم هستم، خواستم اظهار کنم. و یک چیزی جالب دیز بود که من در پیکچر میکنم شما را میدیدم، ما پیش خود گفتم که اگر خدا بیامرز احمد زاید عیاد می داشت و عمل بجای سونیک جان خود پدر بزرگوار نشسته بود و عمل صحبت به ایچی یک زیبایی داشت، ایچی یک مقبولی بود که پدر با پسر بشینه و ایسا مصاحبه کنه. خب به هر حال یک خنده براتان میتونم از آقای اشرف غنی اگه اجازتان باشه رشاد جان کارت ها کوبی هده اقلا کارت ها کوبی اول خود خطاب صاحب شاید برای تو بگه که قربان چوم رشاد جان اما تو که اما تو یک لباس مقبول یک مویای عالی امی خندیتم قربان چوم بسیار عالی و جامعی افغانستان برای ما اگه افتخار می باشی اینا رو باش که برای داری آقای اشرف غنی هم یک مسیج داره که در آینده اگر بتانی که افغانستان دهی امی مسیج آقای غنی رو گوش کن. خواه تشکر از آقای خطاب آور. بله از آقای اشرف غنی اول بشنویم باز تشکری میکنیم. خواه بله بشن جان گل تو برای ما اگر افتخار اگر در افغانستان در 6 ماه آینده اگر بکنم وزیر خوب پیدا نکدم برای قسم میخورم به وزیر وزارت دفاع وزیر دسترس میباشی. خب ما میگم که یمی آفر بگیره. قبول است قبول است و امیدوارم من میگم آخریش هم به حساب ولکم کنسرت آقاد نیم جان پوپالم که به حساب یک یاد است یا بیادر کرار ماست مصد برسان ایتران برم شاید نیم جان پوپالم برد بگه که رشاد جان عزیزو من کی بار از میگم قربان جام این سال یک شاهزاده بچه هستی و لا اله الا الله محمد رسول الله این نگارا رضایم است که ما به می کانسرت تاریخ 30 بخیر بهم و از نزدیک خودت ببینم. امیدوار نیم جان تشکر مسیح جان خیلی خوش مسیح جان استفار صد خیلی میشون خدا حافظتن باشه شب خوش اولی که سونیک جان امی مردم افغان ما حتما میفهمانم همی کسایی را که مسعود جان یاد از ایشان کردن یا میخواین قلاق میگیرن یا حتما خودشان هم میفهمن که ای کدام به احترامی چیز نیست خدای ناخواسته بله. یا رئیس جمهور کارای نریشست رئیس بله. جمهور مملکت ما یا میفهمن که ترون وقتی که آدم مشهور میباشه در امریکا میرواج است آدم کمدینز یا میخواین که قلاقشان را بگیرن یک چیز بسیار نرمال است میگم نام خدای مسعود جان قدر با استعداد آدم شما خود پت میگیره راستی فکر میکنین خودشان هستن هم برای بله صحبت میکنن بله خنده رئیس جمهور افغانستان هم برای ما صحبت کرد احساس خوب میکنم چند لحظه خنده میتیم سه وقت ما خوشتی نیشه شاید کنسرتون بخیر امیر قام میباشم انشالله خالا اینای تلفون بگیریم آهنگ گوش کنیم نام خدا مردم قلاقه دارن که تلفون بگیریم چی بگویم هرچی که دست یکی دیگه رشاد جان تلفون بگیریم یا آهنگ میخواین کنیم یک تلفن بازم امی تکت کنسرت داریم یاد ما میره نه اون رو یاد کنیم برای بله یک سوال میکنیم کی میباشد دلائن آخرین زنگ بله تلویزیون پیام افغان بفرمایید بیننده عزیز بله تلویزیون پیام افغان بفرمایید بله سلام علیکم سید سلام شما خوب هستین؟ خوبستیم شما رو روی پرده میبینیم تشکر خوش آمدین در برنامه مهربانیست و از رشاد جان ظاهر همچنان بسیار دیباد روی پرده تلویزیون دیدیم شما بسیار خوش شدیم شما سوال قبلا داشتین سوال خود مطرح میکنین یا من سوال خود بر شما مطرح کنم شما از خاطر تکت زنگ زدین تشکر من از شما یک سوال دارم بله سوال من شما است که رشاد جان چند تا سی دی تا بال درست کرده چند تا سی دی دارن چند سی دی دارن بله تا بال چند تا سی دی کشیدن در مارکت البوم ببخشن شاید ما البومشان پیش سی دی کست البوم بله سه البوم
سی آلبوم خواهیم داشت. رشاد جان گفت تشکر بیننده عزیز، شما برنده شدین. من شما را در خود میمانم. راستخ جان نمره تان میگیره که تلوی و نامتان بگیره و شب کنسرت حتما با ما هستین دیگه همراه فامیل. مهربانی لطف شما. تشکر کمکاری کردین. سلام از رشاد جان. بفرمایید. ما هم سلام. رشاد جان قبلا به ویرجینیا زندگی میکردن. حالا فعلا به لس آنجلس هستن؟ بله، من فامیلم تقریبا یک و نیم سال میشه که از ویرجینیا به لس آنجلس کوچ کردیم. خب و چپ آمدن که ما هم بخدا در لس آنجلس هستم تا وال نمیفهمیدم که اینا اینجا هستن دیگه اینا حال کلیگی خبر شدن حتما بله فعلا نزدیک ماشه شما هم لس آنجلس ببخشین شما هم لس آنجلس ما به سان فرانسیسکو می باشیم تشکر تشکر شما مهربانی کردین تشکر شما چون ما به سان فرانسیسکو هستیم و مذهب می خواهیم از اینکه را دور است نمیتونیم به کنسرت اشتراک کنیم بله تشکر سوال جواب داریم و تکت میتونیم بر کنون دوست باشیم دوستان تشکر زنده معلومات دباریم داشتم یا هم کلام گفت بله تشکر بازم و از معلومات کافیتان تشکر که زنگ زدن شب خوب برتان می خواهیم شب شما خوش خداحافظ خوب فکر میکنم که وقت ما با پایان رسیده من شما تشکری کنم سونیک جان از اینکه همی مصاحبه بقیه خوشی گذشت من نفهمیدم که یک ساعت بود ولی نیبه من افتخار است رشاد جان کمرای شما در یک صحبت داشتیم برای اولین بار دیدیم بله واقعا خوشحال هستم با کارهای نایی که در پیش دارن بخیر باز در شب کانسپت هم از نزدیک میبینیم صد در صد شما را دوستا بله همگی و هماتانای عزیز امید که از مصاحبه ما و سونیک جان لذت برده باشین براتان خسته کننده نبوده باشه بیاد آرزو دارم که شما را از نزدیک دو روز بعد 3 دسامبر در کنسرت خود از نزدیک ببینم اتانا و براتان وعده میکنم که ما و موزیشنایم و خواننده های موفق دیگه ای که بغیر از خودم میباشه عمر جان کاکر است مسعود جان ست استن فراد جان همصدا است مسعود جان صفا یعنی استعداد بسیار زیاد است دیگه و ما هستم دیگه همراهشان کلیدی تن یک جایی برای من افتخار است که همراه زیاد سر یک ستیج بالا میشن این یک گپ مهم است دیگه ما هم دوستار سبا میبینیم بخیر موزیشن ها همه ما سبا یک جای میشیم آرزو دارم که بارم از نزدیک ببینم و شما متنای خودم از نزدیک ببینم یک چیز براتون وعده میکنم شب مست می باشه شب بله. خوشی می باشه و ما شما دیگه ضرورت به جشن داریم واقعا سلام به ختم است دیگه شب خوش براتون می خوام ما هم چنان تشکر می کنم تشکری از شما میکنم که برنامه را امروز با همکاری کردین تماشا کردین ان شاء الله در شب سه‌شنبه 30 دسامبر ساعت 7 بجه شب در تالار یوست ان شاء الله میبینیم تان تیکتا $30 است و اگه میخواین وی آی پی $50 است تقریبا سولد اوت شدن ان شاء الله با شماره تلفن که در پرده تلویزیون است با تماشاین در وبسایت برین و ان شاء الله همگی شما را اونجا میبینیم یک سال خوب و خوش با هم سپری میکنیم تشکر یک جان و از همکارای تلویزیون پیام افغان تشکر میکنم و از رشاد جان تشکر میکنم که ما موقع دادن کمرشان صحبت داشته باشم دیگه ما فقط های زیاد برشان آرزو داریم تشکر شما شبتان بخیر